سلام به شما دوستان عزیز، من مهرداد هستم، اینجا کانال مهرداد پزه. مرسی که دوباره همراه من هستین. ویدئوی نون بربری رو گذاشتم، دیدم دوست داشتید و ترکوند. حالا درسته یه خورده کم لطفی میکنید و کامنت نمیذارید یا کامنت کم میذارید، ولی اشکال نداره، ویدئوها رو به اشتراک بذارید، ویدئوها رو شیر بکنید، بذارید بیشتر دیده بشیم و هر روز خانوادهمون بزرگ و بزرگتر بشه. حتی شده یه قلب کوچولو تو کامنت بذاری، خیلی لطف بزرگی به من کردی. خب امروز میخواییم با همدیگه یه دونه نون تافتون درجه یک اورجینال درست بکنیم که روزای تعطیل تو کمپ یا کنار خانوادهتون درست بکنید. نون داغ، با افتخارم بگید که این نونو خودم پختم. تا آخر ویدیو با من باش. دوستان گلم، قبل از هر چیزی یه نکته رو بگم که مقدار دقیق مواد اولیه واسه تمامی ویدیوهای کانال مهرداد پز داخل توضیحات هستش، همین توضیحات زیر ویدیو. بریم سراغ مواد اولیه. اینجا من آرد سفید دارم به همراه مایع خمیر، یه مقدار شکر، نمک و یه خورده روغن به همراه آب ولرم روبه داغ. دقت داشته باشید دمای آب باید طوری باشه که شما انگشتتو 10 ثانیه قرار میدی داخل آب، انگشتت بتونه اون گرما رو تحمل بکنه و نسوزه. بریم تو کارش. آب با دمای مناسب که بهتون گفتم، شکر رو قاطیش میکنیم، شروع میکنیم هم زدن، یواش یواش مایع خمیرم بهش اضافه میکنیم. دقت کنید این مایع خمیر رو بذارید یه جایی که دماش ثابت باشه، مثلا توی مایکروویو یا توی مثلا کابینت یا فر، فرقی نمیکنه، البته اینا همه خاموشش. شروع میکنه به فعالیت کردن و اکتیف شدن. به قول معروف این اکتیف کردن مایع خمیر خیلی مهمه نتیجهش توی نون ما. وقتی که کف میکنه میاد بالا، تقریبا 10 دقیقه یه ربع که میمونه آماده است. هم مطمئن میشید که مایع خمیرتون سالمه و درست داره کار خودش رو انجام میده، هم که یه نتیجه خوب رو از نون میگیرید. یه چیزم من میذارم درش، میذارمش تو کابینه تا یه 10 دقیقه یه ربع دیگه آماده بشه. الان نگاش بکنید، هیچ کفی نداره. بعد که میارمش بهتون نشون میدم چه اتفاقی میفته. این شده خمیر مایه ما. نکنید من درشو وردارم. ببینید این یه خمیر مایه سلامته، انقدر چیز بود دیگه از ظرفش ریخته بود بیرون، انقدر کف کرده بود. آردو من یه بار الکش کردم، حالا میخوام الان خورد خورد بهش خمیر مایه و یه کوچولو روغن اضافه کنم. روغن رو داخل همین خمیر مایه‌تون یه کوچولو بریزید هم بزنید، بعد به آرد اضافه بکنید. نمک هم یادتون نره. حالا یواش یواش این مایه خمیر رو بهش اضافه میکنیم. قبلش فقط یه خورده نمک به آردتون بزنید که نونتون خوش طعم باشه. خب این از نمکش. حالا خیلی آروم این مایه خمیر رو بهش اضافه کنید، همش بزنید. خب این عالی شد. اگه دیدید آردش کمه، بهش یه خورده آرد اضافه کنید. اگه دیدید مایع خمیرتون کمه، خیلی سفته، میتونید بهش یه خورده آب ولرم اضافه بکنید. خب من یه خورده آرد اضافه کردم، حالا قشنگ اینو ورزش بدید، از جلو جمع کنید رو به عقب، از عقب رو به جلو بازش کنید. یه تقریبا 3-4 دقیقه باید ورز بخوره. بعدش کف همین ظرفتون رو یه ذره آرد بپاچید، روش رو یه دستمال خیس، یه دستمال با آب ولرم خیس کنید، آبش رو بگیرید، پهن کنید، روش بذارید تا حجم خمیرتون 2-3 برابر بشه. نگاه کنید یه خورده باید به دست بچسبه، خیلی اون خمیری نیست که بگیم اصلا نمیچسبه. خب این خمیرمونو میذاریم اینجا،
یه دستمال گفتم با آب گرم قشنگ آبشو بچلونید، بذارید اینجا، بذاردش داخل کابینت یا داخل فر یا مایکروویو، جایی که دمای محیط یه دمای دربسته است و ثابته، بذارید قشنگ یک ساعت تا دو ساعت استراحت بکنه تا قشنگ این خمیرتون ور بیاد و بتونید یه نون باحال درجه یک و سلامت درست بکنید که حتی کسایی هم که معده‌شون مشکل داره راحت میتونن این نونو بخورن بدون هیچ مشکلی. خب دوستان خمیرمون قشنگ ور اومده، فقط نگاش کنید ببینید چی شده. حجم خمیر 2 تا 3 برابر شده، عالی. الان میخوام خمیرامو یه ورزش بدم، آمادش کنم، چونه چونش کنم تا بازش کنیم. من امروز میخوام روی ساج بپزم نونم و شما داخل مایتابه هم میتونید بپزید، داخل فر هم میتونید بپزید. اگه خواستید تو فر بپزید، طبقه وسط حرارت 220 درجه سانتیگراد، بذارید تقریبا هر نون حدودا تو 10 دقیقه آماده میشه، حالا بستگی به ظرفتون و فرتون متفاوته. خمیرتون رو قشنگ بازش بکنید، زیاد دیگه ورزش ندید زمانی که آماده شد، نکنید چونه های انقدر درست کنید. حالا الان اینجا ما یه وردنه میخواییم که قشنگ این خمیرمون رو باز کنیم. اول زیر دستتون قشنگ آرد بپاچید، یه خورده آردم به وردنتون بزنید. خب ببینید، سعی کنید خمیر رو همین که یه ذره باز میکنید، خمیر رو بچرخونید که اون فرم گردش هم داشته باشید. هر چقدر خمیرتون رو نازکترش بکنید نونتون تردتر میشه. خب نونم تقریبا سعی کنید نون رو گرد درش بیارید که اون حالت سنتیش حفظ بشه. حالا همینجوری با این وردنه نونو جمعش بکنید، بیاریدش روی ساج، از یه طرف ساج بندازید، توی تابه هم میتونید این کار کنید، نونو پهنش بکنید. با یه دونه چاقو یا یه دونه چنگالم میتونید اون حالت برشای تافتون رو بهش بزنید که دیگه یه نون تافتون داشته باشید. این نونو قشنگ همه جاشو بچرخونید که یه دست پخته بشه. نگاه کنید اینجوری باد میکنه، همینجوری که دیدید با چاقو هم میتونید روش خط بندازید. حالا یه طرفش که پخ برش کردونید، اون یکی طرفش هم بندازید. نگاه کنید یه نون تافتون خیلی خوشگل و خوشمزه بهتون میده، با لذت اینکه خودتونم درستش کردید، حسابی حالشو ببرید. خب ببینید چی آماده شده، نون تافتونی که خودمون تو خونه پختیم درجه 1. نگاش کنید فقط، نکنید این نون تافتون با اون شیارای خوشگلش قشنگم نرمه، میتونید درست بکنید تو خونه، لذتشو ببرید در کنار خونوادتون، یه نونه باحال رو تجربه بکنید. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودید، امیدوارم که به دردتون بخوره و لذت ببرید. کامنت ها رو از من دریغ نکنید، ویدیو رو سیو بکنید و به اشتراک بذارید، حتی شده یه قلب کوچولو هم تو کامنت بذارید، کلی به من کمک کردید. یادتون نره که خیلی دوستتون دارم و تا درودی دیگه بدرود. خدا نگهدار.